سلام، دولوز و ادبیات گریز. این اسم یک دوره جدید آنلاین هست که دوست من دکتر خشایار بیگی قصد داره که از 14 دی ماه برابر با 3 ژانویه این دوره رو برگزار بکنه به صورت آنلاین. خشایار قبلا هم یک دوره دیگه برگزار کرده بود به اسم دولوز و انسانشناسی متافیزیک که گروهی از بچه ها آمدن در اون دوره شرکت کردن و دوره خوبی هم شد. حالا قصد دارم که از خشایار سوال کنم که در مورد این دوره جدیدی که قرار است 14 دی ماه آغاز بشه، که وقتی میگیم دولوز و ادبیات گریز، منظور از ادبیات گریز چی هست؟ خشایار بگو. سلام مریم. ادبیات گریز البته بهتره که با توجه به اینکه دولوز ادیب و منتقد نیست، من این مفهوم رو توضیح بدم، منتقد ادبی نیست توضیح بدم، بلکه در واقع مفهوم گریز که مفهوم متافیزیکی و انسان‌شناسی متافیزیک برای دولوز هست مهم است. اما مواد خام، در واقع مواد خامی که دولوز استفاده میکنه برای توضیح این مفهوم، مواد ادبی هستن، همونطور که مثلا فوکو که تاریخدان نیستش از مواد تاریخی استفاده میکنه. اینجا هم دولوز از ادبیات برای توضیح و تشریح این مفهوم گریز استفاده میکنه. حالا گریز، مفهوم گریز چی هستش؟ آسان‌تر شاید این باشه که من بگم که دولوز، از نظر دولوز گریز چی نیست. مثلا سفر آخر هفته، مثلا مهاجرت دائمی، یا حتی یه پدیده اجتماعی در ژاپن هست به نام جوهتسو یا تبخیر شدن، که مردم از سر کارشون، از خانوادهشون، از محیط زندگیشون یه دفعه غیبشون میزنه. اینها از نظر دولوز الزاماً به معنی گریز نیستش. در بیشتر این موارد ما داریم خودمون رو نجات میدیم، داریم خودمون رو از مهلکه در واقع فرار میدیم. و برای دولوز گریز مفهوم نجات دادن خود نیست، بلکه دقیقاً برعکس، به معنی جا گذاشتن خوده. اینکه از خود به عنوان یه زندان بتونیم فرار کنیم و به زندگی خارج از خود در واقع دست پیدا بکنیم یا ارتباط برقرار بکنیم. از این لحاظ گریز یک جور از هستی ساقط کردن گذشته و تمام تعلقات ما به خود هست، خودی که مثل یک کوله بار سنگین به دوش میبریم. البته کنار گذاشتن خود به معنای در واقع کنار گذاشتن مسئولیت ها، در به معنای فرار به خیالات، به هنر یا عرفان نیستش، بلکه گریز یه بود بسیار کنشگرانه و با برنامه داره از لحاظ دولوز. اما در عین حال قرار این هست که ما از یک هویت به هویت دیگه نرسیم در گریز، یا هویت خودمون رو بزرگتر نکنیم، بلکه بتونیم از چنگال این هویت فرار کنیم. حالا برای بعضی ها میتونه فرار از این چنگال هویت از طریق کنار گذاشتن وطن، پدر و مادر، ساختارهای قدرت، هویت‌های مختلف اجتماعی و فردی باشه، برای بعضی ها میتونه در واقع خود ادبیات باشه. حالا اینجاست که ادبیات مهم میشه، یعنی دولوز نگاه میکنه که چطور در ادبیات این اتفاق گریز میفته، این پروسه گریز جریان پیدا میکنه. از این لحاظ هم برای ادبیات ارزش خیلی بالایی قائله در دیدگاه متافیزیکیش. ما میتونیم مثلا از سیاست بخوایم که به ما خط و مشی سیاسی بده، از دین بخوایم که هویت یا خط زندگی دینی بده، یا از حتی از هویت جنسیتی مون بخوایم که رفتار و کردار جنسی مون رو تعیین بکنه و لذت جنسی مون. اما ادبیات هویت نمیده، و از دید دولوز، و به طور، اگه بخوام از قول خودش بگم، نویسنده شدن هدف ادبیات نیستش، بلکه در واقع دست پیدا کردن به یه زندگی که هویت مرکز نیست، به یه زندگی که پایبند هیچ هویتی نیستش، هدف ادبیات هستش. برای همین از دید دولوز نویسنده ها هویت نویسندگی ندارن، بلکه زندگی دارن که ورای اون هویت شخصی هستش، ورای هر هویتی هست، حتی هویت حرفه‌ای. خب، ولی این دوره نقد ادبی یا نظریه ادبی نیست، دوره‌ای که بگیم به این شکل به این مواد ادبی که میگی نمیپردازه. درسته. البته به داستان‌های ادبی حتی از عهد عتیق گرفته تا
شکسپیر تا ادبیات قرن 19 انگلیس و حتی ادبیات نسل بیت آمریکا قرن 20 میپردازه، اما نه به عنوان تعبیر و تفسیر. در واقع دولوز بسیار خورده میگیره به ادبیات فرانسوی که ادبیات تفسیر محور و تعبیر پریش هست، به عنوانی حتی بیماری مرض تعبیر و تفسیر داره، در صورتی که ادبیات مورد نظر دولوز که بیشتر ادبیات انگلیسی و آمریکایی هست تعبیر و تفسیر رو در واقع میکشه، میذاره کنار و یک نوع تجربه گرایی رو جایگزین تعبیر و تفسیر میکنه. تجربه گرایی که در واقع معادل همون زندگی خارج از خوده، معادل زندگی خارج از اون هویت ها و ذهنیات هستش. خب اینجا دو تا سوال هست. یکی اینکه منبعی که بر اساس اون این دوره رو پیش میبری و احتمالاً در طول ترم خواهی خوند، این منبع آیا یکی از آثار خود دولوز هست و اگر هست چیه؟ بله، منبع کتاب گفتگوها هست که دولوز در گفتگوهایی که با شاگردش کلر پارنه در سال 1977 انجام داده و برای بار اول چاپ شده. در این کتاب فصلی هست تحت عنوان درباره برتری ادبیات انگلیسی و آمریکایی که بخش اول این فصل را دکتر فرزاد سلامی فر از شکن کنندگان قبلی دوره دولوز من به زیبایی و با دقت کامل ترجمه کرده و این ترجمه هفته پیش در نشریه برگ هنر ویژه دولوز چاپ شده. من اون متن را و اون ترجمه از این فصل کتاب درباره برتری ادبیات انگلیسی آمریکایی را مبنای دوره قرار میدم، اما از مطالب دیگه همون کتاب گفتگوها هم استفاده میکنم. این گفتگو در سال 1977، نکته جالبش اینه که بین در واقع کتاب ادبیات اقلیت و به سوی ادبیات اقلیت و کافکا هستش و کتابی که چند سال بعد دولوز و گاتری می نویسن به نام هزار فلات. در واقع یه اکوهایی از کتاب به سوی ادبیات اقلیت و کافکا توش دیده میشه، همینچنین اکوها و ایده هایی که هنوز پرورده نشده تا برسه به هزار فلات. کتاب هزار فلات که میدونیم کتاب خیلی مهمیه در بین آثار دولوز و ادبیات اقلیت هم میدونیم که به فارسی ترجمه شده. بنابراین این منبعی که تو بهش استفاده میکنی در واقع یه چیزی هنوز حد فاصله این دوتاست از لحاظ زمانی در بین کارهای دولوز. اوکی. دوم این که اگر کس از بود که بخوان علاقمند بشن در دوره شرکت کنن، اشاره کردی که به بعضی آثار ادبی که دولوز در اونها اشاره کرد، آیا لازمه حتما اونها رو خونده باشن وقتی میان به دوره یا اینکه؟ دولوز به نویسنده های خیلی زیادی اشاره میکنه، مثلا ویرجینیا وولف، هنری میلر، جک کرواک، فیتزجرالد. نمیشه همه اینا رو توی یه دوره کوتاه و دوره 5 جلسه خواهد بود، نمیشه همه اینا رو بهش به کامل پرداخت، ولی اون نکته ای که مربوط به گریز، به مفهوم متافیزیک گریز هست و من سعی میکنم که باز بکنم در ارتباط با هر نویسنده ای که دولوز اشاره میکنه تا جای ممکن. و از این لحاظ نه، لزومی نداره که خونده باشن، ولی خب اگر خونده باشن که خیلی بهترم خواهد بود. بسیار خوب. دولوز و ادبیات گریز از 14 دی ماه شروع میشه. اگر که علاقمند هستید میتونید با خشایار در اینستاگرام، در توییتر و همینطور از طریق ایمیل یا تلگرام، فکر کنم تلگرام از همه راحت تر باشه، نه، تماس بگیرید و ثبت نام بکنید. امیدوارم که همگی اونجا باشیم و شرکت کنیم در دوره دولوز و ادبیات گریز با دکتر خشایار بیگی. ممنون خشایار. ممنون از تو مریم.